اولین آزمون از مثلثات و مثلثات مقدماتی. دوستان بحث حرکت‌های دورانی روی محیط دایره طبق معمول با سوال ساعت شروع می‌کنیم. زاویه که عقربه ساعت شمار بین دو زمان خاص که نمیدونیم بین کدوم دوتا زمانه، حالا مهم هم نیست، مهم اینه چه حد فاصله زمانیه. نمیدونیم فعلا 7.45 رادیان است. این تا اینجاش میشد یک مسئله. بعد تو همین تایم زاویه که عقربه دقیق شمار طی میکنند، خب میخواستیم صرفه جویی کنیم تو تست، دو تا سوال اولا تو یه سوال بهتون دادیم بچه، پس اول بریم زمان اونو پیدا بکنیم. آقا ساعت شمار نسبت تناسب جزء به کل بریم، یک دور کاملش میشه 12 ساعت که معادل است با 2 رادیان. حالا اینجا چه زمانی بوده که شده 7.45 رادیان؟ نسبت تناسب حل کنم علامت سوال رو به دست بیارم. قبل از شروع نسبت تناسب یه پی رو ستون بزنیم. عرضم به حضورتون که حتی این 45 رم بیاریم بالا با این 2 90ش کنیم، دوباره 90 و 12 هم اصلا به یه 6 بزنیم، هم به 2 میخوره هم به 3، چرا که نه. آقا 90 رو با نارنج، 90 و 12 رو به یه 6 بزنیم این میشه 2، اینو به 6 بزنیم میشه 15. دیگه هم چیزی با چیزی ساده نخواهد شد، یعنی علامت سوال شما میشود این ضرب در این تقسیم بر این 2 ضرب در اینجا چی مونده بچه؟ 1.7 14 تقسیم به 15 میشه 14.15. پس معلومه مدت زمان مورد نظر 14.15 ساعت بوده. حالا هر چی که هست میخوای دقیقش کن راحت تر باشه، 14.15 ضرب در 60 میشه 56 دقیقه، ولی میتونی هم بذاری همینجوری بمونه 14.15 ساعت. حالا بریم عقربه دقیق شمار ببینیم در همین زمان چی کار میکنه. دوباره یه نسبت تناسب کل به جز، این بار برای عقربه دقیق شمار. دقیق شماری که یه دور کامل بزنه 1 ساعته و معادل است با 2π. حالا در این مسئله ما به جای 1 ساعت 14.15 ساعته و ببینیم چقدر دور خواهد زد. دیگه خیلی چیزی با چیزی نمیخواد بزنین، علامت سوال میشه این ضرب در این تقسیم بر 1 کم که هیچی، 14.15 ضرب در 2π میشه 28π 15 و گزینه 3 درست خواهد شد. یه سوال خوب، یه سوال قدر. واه محیط قسمت رنگی، به 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 بچه من، محیط قسمت رنگی بین دو دایره با شعاهای 6 و 12 تو رو خدا مراقبت بکنین، محیط میشه دور، یعنی الان دور این قسمت رنگی یه دونه این داره که خیلی هم تابلوی دیگه، اختلاف شعاهاست، یعنی 12 منهای 6 6، یه دونه هم اینو داریم که باز همونه 6، بعد یه دونه این دوره رو داریم قسمت رنگی که من میگم برای پیدا کردنش سبزه کافی محیط دایره رو منهای این تیکه بکنیم دیگه. ها میخوایم یه حساب بکنیم، محیط دایره کوچیکه 2π r 6 میشه 12π منهای این قسمت روبرو به 30 درجه، کمان روبرو به زاویه، تنها رابطه ای که حفظ بودیم تتا میشه ال ضرب در آر، اصخایی میکنم ال میشه تتای ضرب در آر، ال مسافت تی شده میشه تتا یعنی پی 6 ضرب در آری که برای دایره کوچیک 6، پس میشه 11π. سبزم شد 11π. یه دونه هم صورتی مثلا، یه دونه هم این دور بزرگه رو داریم که دوباره دور بزرگه چی میشه؟ میشه محیط دایره بزرگه 2π r بزرگه میشه 24π منهای این تیکه روبرو به 30 درجه در بزرگه، دوباره میشه آر ضرب در تتا که تتا همچنان پی 6 آر این بار 12، پس میشه 24π منهای 2π میشه 22π. یعنی جواب آخرتون یه 11π این دورش، یه 22π این دورش، تا اینجا 33π، دو تا هم 6 داریم 12 تا، 33π و 12 تا، گزینه 3 درست خواهد شد. سوال 3 دقیقاً از همون نکته ای تر شده که در مورد حرکت همزمان دو چرخ، دو دایره، دو قرقره که میگفتیم آقا اینا باید با هم بچرخن، خیلی ساده و عامیانش کردیم،
گفتیم پس وقتی چرخ بزرگه هر چقدر به چرخ، چرخ کوچیکه بیشتر باید به چرخ خودشو به اون برسونه. یعنی اگر این شعاش دو برابر اینه، پس اینم باید دو برابر اون به چرخ. همین به خدا نگاهه. آقاش چرخ بزرگه چهار برابر شعاش، پس چرخ کوچیکه باید چهار برابر به چرخه تا خودشو به اون برسونه. الان وقتی چرخ بزرگه پی چهارم میچرخه، چرخ کوچیکه چهار برابرش باید به چرخه و چهارا با هم میره میشه پی. گزینه سه درسته. بریم تو سوالای مینیمم ماکسیمم که خیلی خفن حلشون میکردیم، خیلی خفن. بچه‌های من کمترین مقدار این تابه، بیستون سینوس دوه، مینوماکسش صفر و یکه. یه بار به جاش صفر میذارید یه بار یک میذارید، ولی اون در حالت کلیه. اینجا زاویه‌مون محدود شده، باید ببینیم تو این محدوده مینیمم و ماکسیمم سینوس و سپس سینوس دو چقدره، به جاش بذاریم مینوماکس کل تابه به دست بیاد. بازمون محدود شده، از اونایی که باز محدود شده حواسمون رو جمع بکنیم. دوستان من دیگه نمیخواد جفتش هم پیدا کنید. ببین الان کل این کسر بخواد مینیمم شه، سینوس دو تو مخرجه دیگه، پس سینوس دو باید ماکسیمم شه. شما ماکسیمم سینوس دو رو تو اون مسیر پیدا کنی بسته. آجی به خدا ذهنیه. از منفی پی ششم تا پنج پی چهارم، یعنی از وسطای روب چهار شروع کنی، روب یک رو بری کامل، دو هم بری کامل، برسی وسط. این وسط ها که میگم حالا منظور حتما وسط نیست، وسطای روب سه. تو این فاصله ماکسیموم سینوس و سینوس دو چقدره؟ چون 90 درجه رو شما رد میکنی، الان 90 درجه این تو هست دیگه، پس سینوس ماکسیمومش که یکه دیگه، یک بیشتر که نمیدونه به چی که، ماکسیموم یکشو میگیره و سینوس دو هم ماکسیمومش که یکه رو میگیره و لذا چون تو مخرج کل کس مینیموم خواهد شد، میشه دو دوم میشه یک. گزینه سه درسته. حل بچه های من، چون تو مخرج بود تشخیص دادم که آقا اگه میخوای مینیمم شه سینوس دو باید ماکس شه، یعنی خود سینوس باید ماکس شه. خب چون تو این فاصله 90 داریم، سینوس همون یک میشه، ماکس میشه دیگه. بله خیلی خوب. آقا اینایی که درجه دو بر حسب سینوس کوسینوس بود، یعنی تابع بیستون شما هم میتونه سینوس دو باشه هم سینوس، میگفتم چیکار کن؟ میگفتم بیس رو بگیر همون سینوس، یه بار مینه به جاش بذار، یه بار ماکسو به جاش بذار، به خاطر درجه دو یه بارم رأس سهمی منفی بی دوام، چون انگار درجه دو تی دو به اضافه تی به اضافه سه منفی بی دوامش میشه منفی دوم. این ستا رو جاگذاری میکنیم بین عددهای به دست اومده، مینو ماکسو برمیداریم، بود به خدا تو جزوه. منفی یک بذارید میشه سه، مثبت یک بذارید میشه پنج، منهای دوم بذارید میشه یه چهارم، منهای دوم تا اینجا میشه منهای یه چهارم، به اضافه سه، سه یه منهای یه چهارم میشه یازده چهارم. این سه تا عدد رو نگاه کن، این سه تا عدد رو نگاه کن، بین این سه تا کی از همه بزرگتره، کی از همه بزرگتر، پنج پنج پنج، کی از همه کوچیکتره، کی از همه کوچیک، این چون هنوز به سه نرسیده از اون کوچیکتره. اینم مینیمومه. چی میخواد؟ اختلاف مینوماکس رو میخواد، یعنی جواب پنج منهای یازده چهارمه. مخرج مشترک چهار بگیرید میشه نه چهارم و گزینه سه درست. دوستان سوال شیش راجبه اینکه کدوم ناحیه اید، کدوم ناحیه اید همیشه گفتم، یعنی به تعیین، یعنی انگار داره ازت میپرسه سینوس مثبت کوسینوس منفی چه جوریه، انگار تعیین علامت نسبت های مثلثاتی. خب دو تا رابطه من دارم، این یکم حالا پرپیمونتره، ولش کن فعلا، این فقط وابسته به کوسینوسه، بذارید اینو بریم. از اینجا قبول داری کوسینوس میشه منفی آدو به یک به اضافه آدو، و قطعا یه عدد منفیه، چون آدو مثبته، یکی به اضافه آدو حتما یه عدد منفیه، یعنی اولین نتیجهی که میگیره بچه من منفی بودن کوسینوسه، یعنی حضور زاویه یا ناحیه دو یا ناحیه سه، این دوتا خط خورد. بین دو و سه که کوسینوس تو جفتش منفیه، بریم سراغ رابطه اول. ببین بچه ها کوسینوس وقتی منفیه، تانژانت منهای منها، تانژانت منها میشه تانژانت به اضافه یه چیز مثبت، قرار دوشه، تانژانت به اضافه یه چیز مثبت قرار دوشه. قبول کنید که فعلا آنچه به دست میاد اینه که تانژانت ممکنه مثبت یا منفی باشه،
امیدوارم موافق باشین. تانژانت ممکنه مثبت با مثبت میتونه دوشه، منفی هم با مثبت میتونه دوشه. پس باز بین ناحیه 2 و 3 گیر میکنیم. تانژانت منفی باشه ناحیه 2 درسته، مثبت باشه ناحیه 3 درسته. ولی بچه من حواسمون باشه کوسینوس به لحاظ عددی بین 0 و 1، یعنی این درسته یه چیز مثبته، اما یه چیزی که ماکسیمومش قراره 1 شه. حالا تازه اگه بشه، تازه نمیدونم اگه بشه ماکسیمومش 1، یه چیزی بخواد با یه چیزی که تش 1 جمع بشه و 2 بشه، حتما اون چیز باید مثبت بوده باشد. بله بچه من، مثلا یه وقت هست این 3 یه چیز منفی با 3 میشه 2، اما وقتی این تش 1 پس حتما باید یه چیز مثبت باشه که اون 1 رو 2 کنه. یعنی اینجا نتیجه میگیریم تانژانت مثبت بوده، پس بین ناحیه 2 و 3 ناحیه 3 رو میزنیم که تانژانت مثبت. بریم بعدی. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست است؟ مقایسه نسبت‌های مثلثاتی. مقایسه نسبت‌های مثلثاتی، خب گفتیم همه رو بیارید رو به اول که بشه حرف زد. حاجی جان 168 180 منهای 12 و سینوس رو به دوم مثبته، پس داره میگه سینوس 12 بیشتر از سینوس 10. بله راست میگه، تو ربع اول ما میدونیم هر چی زاویه بیشتر شه سینوس بزرگ میشه، چون به 90 که سینوس 1 نه، برعکس کوسینوس کوچیک میشه. دوباره تانژانت بزرگ میشه نسبت به محور تانژانت، تصور کن کوتانژانت کوچیک میشه. این انقدر رو میفهمیم. خب پس گزینه 1 درسته و جواب تست من نیست، من دنبال نادرستم. گزینه 2 دوباره میارمش ربع اول، با 180 بیارید که هم جنس همین بشه، باز میشه 180 منهای 12، این ور میشه کوسینوس 2 10، این میشه منهای کوسینوس 12. رو به 2 کوسینوس منفیه، ولی خب به توان 2 میرسه مثبت میشه، میشه کوسینوس 2 12. آیا درسته بچه؟ خود کوسینوس 10 از کوسینوس 12 بله بزرگتره، چون تو ربع اول کوسینوس نزولیه، کوسینوس 10 بزرگتر از کوسینوس 12. خب طبیعتا توان 2 هم بزرگتره، پس بازم درسته و جواب تست من نیست. بریم یکی. 180 به اضافه 13 مثبت هم از رو به 3، تانژانت 13 بزرگتر از تانژانت 12. آره تانژانت هم مثل سینوس رو به اول افزایشی زاویه بزرگ شد تانژانت بزرگ میشه. درسته و جواب نیست، پس لابد گزینه 4 غلطه و جواب تسته. حالا چرا غلطه؟ حاجی جان 136 رو میکنم 180 منهای 44، پس میشه تانژانت 2 46، این بر تانژانت 180 منهای 44 منهای تانژانت 44، ولی دوباره توان 2 تانژانت 2 44. خب آره غلطه، تانژانت 44 کوچیکتر از تانژانت 46، توان 2 هم برسه کوچیکتره نه بزرگتر. گزینه 4 غلط و جواب تست. بریم روی محیط دایره. اینکه شما بلد باشید و قادر باشید زوایا رو به صورت مختصاتی بنویسید. ببین الان شیب پاره خط آبی رو از من میخواد، پس من باید مختصات نقطه ای و بی رو داشته باشم که دلتا ایگرگ به دلتا ایکس بشه شیب خط. خب مختصات نقطه ایکسش میشه کوسینوس، کوسینوس پی سوم، ایگرگش میشه سینوس. بچه من پاسخنامم غلط خورده، گزینم فکر میکنم 1 خورده، اگه اشتباه نکنم گزینه 3 میشه. خب دوستان من اینه عرضم به حضور شما. یه چیزی هم مواظب باشید، من خیلیاتون دیدم چون عموما آدمو اول سینوسو میگن سینوسو میای اول مینویسی. بچه من اول ایکس و ایکس معادل کوسینوس، صوتی بعضیا تو ذهنشون اینجوری هست، مواظب باشید. این یکی ایکسش میشه کوسینوس پی چارم، البته پی چارم ربع 3 دیگه اصلا معلومه دیگه این نقطه ایکسش منفیه، ایگرگش هم همینطور سینوس پی چارم ولی منفیش، تمام شد. پس شیب خط تفاضل ایگرگ ها رادیکال 3 دوم منهای منهای رادیک میشه به اضافه رادیکال 2 دوم، تفاضل ایکس ها 1 دوم منهای منهای رادیک میشه به اضافه رادیکال 2 دوم. آجی یه مخرج مشترک 2 بالا پایین میگیرم دوها رو با هم میزنم، یعنی انگار بالا میشه رادیکال 3 به اضافه رادیکال 2، پایین هم جا به جا می نویسم بزرگر اول می نویسم که گویا می کنم بالترش، رادیکال 2 به اضافه 1 با توجه به گزینه مخرج حتما گویا شده، صورت و مخرج در مزدوج مخرج ضرب میشه، به خاطر همین جا به جا نوشتم که دیگه الان مخرجم مثبت باشه الکی منفی تولید نشه اشتباه کنم. آدومن های بی 2 مخرج میشه 1، پس مخرج تمومه.
بریم صورت. حاجی جان این دوتا رو پخش کنیم، رادیکال 3 در رادیکال 2 رادیکال 6، رادیکال 3 در منهای 1 منهای رادیکال 3، رادیکال 2 در رادیکال 2 به اضافه 2، رادیکال 2 در منهای 1 منهای رادیکال 2. پس رادیکال 6 مثبت، 2 مثبت، رادیکال 2 رادیکال 3 منفی. بله گزینه 3 درسته، پاسخنامه اشتباه خورده گزینه 1. بریم دوستان، این یکی نقطه ای رو در نظر گرفته و دورانش داده، نقطه منهای 1 و 0 یعنی چی؟ یعنی ایکسش منهای 1 ایگرگش 0. خب رو محور میشه اینجا. مثلثاتی نگاه کن، کوسینوسش منهای 1 سینوسش 0 میشه 180 درجه میشه اینجا. به اندازه 240 تا در جهت دایره، یعنی خلاف جهت اقربا. 240 تا بریم 180 تا اینجا رو پر میکنه، 60 تا دیگه میره. پس به نقطه جدیدی میرسید که ایکسش کوسینوس 60 ایگرگش سینوس 60. خب بعدی آقا دوباره نقطه داده، این کوسینوسه، این کوسینوسه، این سینوسه. چجوری ایکس رو پیدا کنیم؟ سک سینوس 2 به اضافه کوسینوس 2 بعد یک، این یکی 3 ایکس به اضافه 1 به توان 2 میشه 9 ایکس 2 به اضافه 6 ایکس به اضافه 1. خب جمع اینا باید بشه 1، یک ها میره. پس 10 ایکس 2 به اضافه 6 ایکس 0 بوده، یه 2 ایکس فاکتور میگیرم میشه 5 ایکس به اضافه 3 مساوی 0. از اینجا ایکس یا 0 بوده یا منفی 3 پنجم. که بچه های من ایکس 0 باشه که نمیشه، ایکس 0 باشه یعنی ایکس این نقطه هم 0ه. الان اینجا کجا ایکس 0ه؟ رو محور وای ها ایکس 0ه. پس 0ه با توجه به قیافه یه شکل قبول نیست، منفی 3 پنجم قبوله، ایکس منفی 3 پنجم. خب پس مختصاتم میشه منفی 3 پنجم و 3 تا منفی 3 پنجم به اضافه 1 میشه منفی 9 پنجم به اضافه 1 میشه منفی 4 پنجم. منطقی هم هست، ایکس و ایگرگ هر دو هم منفی در اومد. خب چی میخواد؟ تانژانت آلفا. خب تانژانت سینوس به کوسینوس، این تقسیم بر این مثبت هم باید بشه، رو به 3 تانژانت مثبته. 4 پنجم منفی به 3 پنجم منفی میشه 4 سوم و گزینه 1 درست خواهد بود. بریم تعبیر معادله خط تانژانت. تانژانت یه تعبیر رو مثلث داشت، ضلع مقابل به مجاور، یه تعبیر رو دایره داره، محورش مشخصه، یه تعبیر سینوس تقسیم بر کوسینوس داره و یه تعبیر شیب خط داره. که میگفتیم تانژانت زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور ایکس میسازه، جهت مثبت محور ایکس میسازه، محور افق میسازه، همون شیب خط. خب بچه نگاه کنیم، الان یه زاویه راجع به الپیرین بهمون داده. خب شما باید از اینجا خودتو به این برسونی، قبوله؟ یعنی زاویه خط الپیرین با جهت مثبت محور ایکس که شیبش به دست بیاد، بعد از اینی هم که این دوتا به هم عموده استفاده کنه دیگه، یعنی به هدف در را مشخصه. دوتا خط به هم عموده هم بارها گفتیم، شیب و عکس و قرینه هم. بیا اینجا من خودم رو به این زاویه برسونم. حاجی جان این شسته، پس این 60 متقابل به رأس. حالا تو این مثلثه این 90 این 60 پس این 30 دوباره متقابل به رأس پس این 30. پس شیب این خط تانژانت 30 یعنی رادیکال 3 سوم. تموم شد بخود، قبوله؟ شیب این خط تانژانت اینه، تانژانت 30 رادیکال 3 سوم. پس اینی که بهش عموده چی؟ شیبشیه، عکس و قرینه اینه. قرینه خب اون مثبته میشه منفی که اصلا معلوم هم بودین منفیه دیگه. فکر کنم آدم واقعا باید گاو باشه دیگه، آقا این خط اصلا به گور بابای مثلثات این خط شیبش منفیه دیگه، یعنی اینو این که من شرمندم بابت این سوال. اصلا رو قیافش فقط یه گزینه شیبش من، ای وای من. خب آقا حالا به دست بیاریم هم نداره، آقا این مثبته این منفیه، برعکس هم هست، این رادیکال 3 سومه این برعکسشه، برعکس رادیکال 3 سوم میشه رادیکال 3 دیگه، یعنی گزینه ای درسته که شیبش منفی رادیکال 3 باشه که متاسفانه فقط گزینه 4. گزینه 4 میشه جواب تستتون. 4 تا تست آخر رو محاسباتی گذاشتم، نسبت های معروف ضرایب بزرگشون، حالا رادیانی، درجه ای،
رادیانیو که در جریانی چیکار میکنیم، به سبک خودمون عمل میکنیم، بیس رو پیدا میکنیم، مشخص میکنیم کدوم نایی هست. درجه هم همینطور، رادیانیشو کنکور 98 داد ریاضی و تجربی، درجهش هم کنکور 99 داد، فقط تجربی البته. بریم آقا، اولا چه تکلیف منفی ها رو معلوم کنیم. کوسینوس که میخوره طفل، خب تانژانت میده بیرون، یعنی شما فعلا یه منفی اینجا لحاظ کن. خب این همی. بریم آقا زوایای بیس. بیس پی شیشم کوسینوس میشه رادیکال 3/2، بیس پی چهارم تانژانت میشه 1. فعلا کاری به علامت ندارم، کاری به ضریب ندارم. سوتی ندیم تو جزوه بود. بیس پی شیشم نیستا، 46 و 6 با هم ساده میشن، 23 پی سوم. بیس پی سوم کوسینوس رادیکال 3/2. بریم برای تعیین علامت. یه بچه همین الان عدد جواب معلومه دیگه، این دوتا با هم میره، اونم که یکی جواب یکه، حالا یا مثبت یا منفی، یا گزینه یک یا گزینه دو، ولی حساب کنیم. آقا 19 تا 30 درجه، 30 درجه 12 تاش یه دور کامل، 6 تاش نیم دایره، 18 تاش تا اینجا رفت، 19 همی میره رو به سوم، سینوس کوسینوس رو به سوم منفیه. 81 45 درجه، 45 هر 8 تاش یه دور کامله، پس 10 تا دور کامل 80 تاش میره، 81 همی میره رو به اول، و رو به اول تانژانت مثبت، پس مثبت یکه، ولی اون منفیه در اومده دیگه، چاره ای نیست. خب بریم مخرج. 23 تا 60 درجه، 60 هر 6 تاش یه دور کامل بود، پس 24 تاش میاد سر جای اول، 4 دور کامل، 23 یکم کمتر از دور کامل، رو به 4، رو به 4 سینوس منفی. خب بچه‌های من دقت، به لحاظ عددی که گفتیم جواب یکه، این منفی شد، این منفی شد، اینم منفی در مثبت منفی، 3 تا منفی میشه منفی، پس گزینه دو درسته، یعنی حدود عددیش که مشخص بود، عددش معلوم بود، رو علامته یکم بیشتر تفکر و تأمل کردم. یه دونه دیگه از اینا. خب آقا بیس پی سومه، ببین ساده هم نمیشه، حواسم هست، رادیکال 3/2. بیس پی شیشمه، تانژانت پی شیشم، بیس پی شیشمه رادیکال 3/3. بیس پی سومه 1/2. بیس پی دومه سینوس پی دوم 1. بریم تعیین علامت. خب آجی این که خیلی گلابیه، 11 پی دوم بالاست یا پایین؟ پی دوم، 3 پی دوم، 5 پی دوم، 7، 9، 11 پایینه، سینوس منفیه. خب بریم 14 تا 60 تا، 6 تاش دور کامل، 12 تاش دور کامل، دوتا دیگه باید بری، 60 120 انگار رو به دومه، کوسینوس منفیه. این هم 60، این هم بریم 38 تا 60 تا، 6 تاش دور کامل بود دیگه، 36 تاش همونه، 6 تا دور کامل، 6 تا 36، 37 تومی 60 درجه، 38 تومی بازم 120، یعنی این همون 14 شد، و سینوس رو به دوم البته این بار مثبت. 29 تا 30 درجه، 12 تاش دور کامل، پس 24 تاش هم دور کامل، 6 تا دیگه بری 30 تاش میشه نیم دایره، 29 عقب تره، اینم رو به دومه و تانژانت رو به دوم منفیه. بریم بچه من، 20 رادیکال 3 ضرب در مثبت رادیکال 3/2، 22 با هم 10 میشه، این دوتا با هم 3 میشه، فعلا 30، این دوتا تو هم دیگه، رادیکال 3 و رادیکال 3 3 میشه، با 3 پایین میره، یه منهای 6 میمونه، مساویه x در منهای 1/2 به اضافه 4 تا منهای 1، منهای 4، خب این میشه 24، این میره اونور جمع میشه، میشه 28 مساوی منفی x دوم، طرف این وسطه این x میشه منفی 56 و گزینه 4 درست خواهد شد. بعدی همین فضا درجه ایشه، از این بزرگایی که حواسمون باشه دورریزش رو انجام بدیم، 480 360 دورریزه میمونه 120، 120 و 180 منهای 60 مینویسن، رو به دو تانژان منفی میشه منهای تانژانت 60 منهای رادیکال 3، این اولی برات دارم بذار منها مثبت رو اشتباه نکنی، به اضافه دو برابره. بریم بعد، منها میزنه بیرون، پس با اجازت این پشت رو منها کنیم،
بیا 750 رو ببین، 720 تا بریز دور میمونه سی، سینوس سی دو. خب ضرب در هنوز تمام نشده، 330، 360 تا بریز میشه منهای سی، کسینوس هم منها رو میخوره، کسینوس سی رادیکال سه دوم. اینا همه ضربه ها، اشتباه نکنی. به اضافه یک بروی منها رو بده بیرون، میمونه 510، 360 تا دور میمونه 150، 150 180 منهای سیه که روبه دو سینوس مثبت میشه همون سینوس سی، میشه یه دو و تمام و تمام. پس اینا همه تو هم میشه رادیکال سه دو، اینم میشه منهای دو. آقا منهای رادیکال سه، منهای رادیکال سه دوم میشه منهای سه رادیکال سه دوم. یه منهای دو هم چطور؟ منهای سه رادیکال سه دوم و منهای دو جفتش منفی، گزینه چهار درست خواهد بود. بریم تست آخر، آخرین تست این قسمت، ایکس و ایگرگ حادن. بچه به خدا شبیهش تو جزوه مرورتون بود، تو جزوه کلاسمون بود، سینوس فلانی مساوی کسینوس فلانی. آجی متمم من دیگه، این 20ه پس این 70، این بخواد 70 باشه پس ایکس 30، خدا بده برکه. خب بیا اینجا به جای ایکس 30 بذاریم، پس با اجازهتون کل این میشه 40 به اضافه ایگرگ. دوباره تانژانت فلانی کوتانژانت فلانی، متمم من دیگه. آجی این 10ه پس این 80، برای اینکه متمم باشه، این میخواد 80 باشه پس ایگرگ 40. حالا چی میخواد ازم؟ کوسینوس به جای ایکس میذارم 30، به جای ایگرگ میذارم 40، میشه 30 و 80، 110، 110 و 160، 270. کوسینوس 270 گوشه پایین دایره کوسینوس صفره، بالا و پایین کوسینوس صفره، گزینه 3 درست خواهد شد. این هم از مثلثات مقدم.